توجه کنید به خبر فوق‌العاده مهم که هماکنون از ولایت پنجشیر به دسترس ما قرار گرفت. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلا رسانی ما خوش آمدید. مشروع خبرها. هارون میرسعیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: انا لله و انا الیه راجعون. شهید غلام مصطفی شهروند حسن اول پنجشیر قریه خنج یک تجار خوشنام بود. متاسفانه بعد از چندین مرتبه بازداشت و حبس و شکنجه توسط طالبان از ناحیه قلب آسیب دیده بود و با تلاش پزشکان با قرار دادن اسپرنگ در قسمت وال قلبش کمی بهبود پیدا کرده بود، ولی امروز ساعت 3 بجای بعد از ظهر در مسیر راه دارلمان توسط نیروهای طالبان هدف تیراندازی قرار گرفت و جام شهادت نوشید. شهید غلام مصطفی تک فرزند از پدر بود و از شهید غلام مصطفی 3 پسر به همراه یک مادر، پدر پیر و محسن باقی مانده است. همچنان این در حالی است که فرو ریختن سقف یک خانه در رازگان جان یک کودک را گرفت و 2 زخمی بر جای گذاشت. روزنامه اطلاعات را چنین می نویسد: در نتیجه فرو ریختن سقف یک خانه در شهر ترینکود مرکز ولایت آرزگان در جنوب کشور، یک کودک جان باخته و 2 نفر دیگر زخمی شدند. عامر حوزه اول امنیتی طالبان در شهر ترینکود میگوید که این رویداد حوالی ساعت 6 صبح امروز جمعه 4 حمل در منطقه محبس کلاچر رخ داده است. با گفته او، سقف این خانه بدون بال بارش زیاد باران فرو ریخته که در نتیجه یک کودک دختر 8 ساله جان باخته و 2 نفر دیگر از جمله یک زن و یک جوان زخمی شدند. عامر حوزه اول امنیتی طالبان در ترینکود افزود که زخمیان برای درمان به شفاخانه منتقل شده، وضعیت صحی زن زخمی و خیم گزارش شده است. این در حالی است که از 3 روز به این طرف بارش باران در نقاط مختلف ولایت آرزگان به شمول مرکز این ولایت جریان دارد. در برخی ولایت دیگر نیز سیلاب‌های مدهوش جاری شده که ده ها منزل مسکونی و صدها جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. در ولسوالی زاره ولایت بلخ از مفقود شدن 10 نفر نیز گزارش شده، اما هنوز به گونه رسمی تایید نشده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. انتظار نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود.